هستم از شهر برلین. در 50مین روز از اعتصاب غذای خودمون به سر میبریم. میخواستم به تمام خواهران و برادران اعتصابی تو 4 قاره دنیا پیام بدم که ما تا آخرش وایسادیم و امیدواریم که هر چه زودتر نیروهای سازمان ملل برن توی اشرف مستقرشن. پیروزی نزدیک به امید اون روز. با سلام به اشرفیان عزیز و کلیه اعتصابگران در همه نقاط جهان، احمد قاضی هستم از برلین روبروی وزارت امور خارجه. امیدوارم که همه شما در شهر اشرف خوب و خوش باشید و ما اینجا با توان پشتیبان شما هستیم. خیلی ممنون، همیشه پیروز باشین. میتوان و باید. نقی هستم، با سلام به اشرف قهرمان، به پایداری اعتصابیون و همه کسانی که برای اشرف با پایداری شگرفشون دست به اعتصاب غذا زدن، به تک تکشون درود میفرستم. پیروزی آن ماست، پیروز و موفق باشین. با سلام اشرفی‌های عزیز، مخصوصا به اعتصاب کنندگان غذا در شهر اشرف و تمام کشورهای دیگه. اسم من مهینه و امروز روز 50 روز اعتصاب غذامونه. ما پیروز میشیم، ما پیروز میشیم، ما پیروز میشیم، به زودی زود. با سلام و درود به اشرفیان قهرمان، من حمید هستم از شهر برلین و ما این مقاومت و ایستادگی رو از شما اشرفیان قهرمان یاد گرفتیم و شما سخفی از فضا رو زدیم و این به ما این انرژی و این توان رو داده. به هر صورت تا آخر ایستادیم و انشالله و حتما پیروزیم و حق شما رو میگیریم و انشالله در میدان آزادی هم دیگر ملاقات میکنیم. درود به اعتصاب کنندگان اشرف و اعتصاب کنندگان همه جهان. خواستم که به اشرفیان واقعا درود و سلام هزار بار بفرستم که ما ایستادگی رو از شما مختیم. شما وقتی با دست پای شکسته و با ناراحتی های جسمی در 57 درجه حرارت گرما و ما زیر سایه، واقعا شرمنده هستم خودم که شما چه مقاومتی دارین و ما از شما این مقاومت آموختین. من الان 50 روزه که در جلوی وزارت کشور در برلین اعتصاب غذا کردم و این که میخوام بگم ما غیر از این که اینجا اعتصاب غذا میکنیم، پشتبانی شما از خواسته هاتون کوتاه نمیایم و کارهای سیاسی هم میکنیم و با این کارها با الهام گرفتن از شما که میتونیم حرفامونو بزنیم پیروز خواهیم شد و پیروزی نزدیکه. و یک سلام و درودی دارم به خواهر راضیه کرمانشاهی، کسی که زندگی منو رقم زد و منو خانوادمو نجات داد. واقعا تا ابدالده شرمنده و مدیون اون هستم و هزاران درود بر اون کم است. خدا نگهدارتون. سلام، مهدی هستم، در 50 روز اعتصاب غذا از برلین سلام میکنم به اعتصابیون از زندان عراق اشرف گرفته تا جای جای دنیا. احسن به استقامت و پایداری شما که محققا الگویی برای جوانهای داخل کشور برای قیام خواهد شد. متشکرم. با سلام به کوه نور، با درود به اشرفیان قهرمان، به خصوص اعتصاب کنندگان غذا در 4 قاره جهان. به طور حد در تمام زمینه ها پیروزیم، پیروز خواهیم شد با ایستادگی و استقامتی که شما دارین که ما از اون الهام میگیریم. میتونیم قله های دیگر هم فتح کنیم و تا پیروزی و جشن پیروزی در ایران ما در کنار شما، در پناه شما هست. با عرض سلام و درود به تمام خواهر برادران مجاهد کودن در شهر اشرف، به خصوص اون عزیزانی که در اعتصاب غذا به سر میبرن. من حجت هستم از برلین آلمان، جلوی وزارت خارجه. درود میفرستم به تک تک شما عزیزان و به تمام عزیزانی که در 4 قاره جهان در اعتصاب غذا به سر میبرن. به زودی زود به خواستای به حقمون خواهیم رسید و این نتیجه عالی را هممون به دست خواهیم آورد. خدا نگهدار. سلام و هزار درود به اشرفیان عزیزم، به اعتصاب کنندگان اشرف و به اعتصاب کنندگان در سراسر جهان. من نسرین هستم، از دانشداد اومدم حدود 50 روزه که جلوی وزارت خارجه به اعتصاب غذا
در اتصال قضا هستیم و ما تا آخر هستیم، از پای نخواهیم نشست و اگر خیلی بیشتر از اینا هم طول بکشه که من فکر میکنم هیچ وقت ادامه دار نخواهد بود، حتما با نتیجه میرسیم و پیروز خواهیم شد و هممون انشاءالله همراه با فطر رهایی جشن پیروزی رو خواهیم گرفت. پیروز باشید. با سلام و درود به اشرفیان عزیز. اشرفیان عزیز، زمانی که من دیدم برای شما مشکل پیش اومد، از آمریکا، سوئد، سوئیس، برلین و هر کجا که باشه رفتم و میرم و خواهم رفت و پیروزی شما رو بهتون تبریک میگم. واقعا که روی رژیم رو کم کردیم، تا الان کم میکنیم و خواهم کرد، بیشترم کم میکنیم و هر زمانی که برای سازمان مشکل پیش میاد، من همیشه فقط یک چیز تو ذهنم میاد که باز رژیم یه مشکل برای ما درست کرد، ولی حلش رو میدونم که 100% حل شده و میشه و خواهد شد. از سیفتی جوان گرفته تا همینطور قبلش اگه بخوایم برگردیم، بچه ها رو 17 فرستادن به گابون 20 سال پیش تقریبا یا 22 سال پیش و همه چیز فقط ذهنم یک لحظه میگیره که ما دوباره یک مشکل دیگه برامون پیش اومد، ولی با تمام مشکلات با رژیم مبارزه کردیم، میکنیم و خواهیم کرد. با درود به شما ها. با سلام و درود به تمام اشرفیان، به تمام اعتصابیان شهر اشرف و اعتصابیان در تمام نقاط دنیا. من سهیلا هستم، در پنجمین روز اعتصاب قضا در برلین به شما درود میفرستم. از طرف شوهرم ایرج به علیرضا طاهرلو و به تمام اشرفیان درود میفرستم به عزمتون و ارادتون که مطمئن هستم به وعده خدا عمل کردید و مطمئنن همونطور که خدا گفته پیروز خواهید شد. پس پیروز باشید، موفق باشید. خدا نگهدار. و سلام به همه شیرزنان و دلاور مردان شهر شرف اشرف، علی خصوص درود فراوان به هزار زن مجاهد اشرفی. ما لحظه به لحظه در طول این 50 روز بیاد شما بودیم و از پایداری، گذشت، ایثار و درد شکنج شما آگاه بودیم و به وجود تک تک شما افتخار میکنیم. شما به ما کمک کردید که از این آزمون واقعا روسفید بیان بیرون. درود بر غیرت و شرف شما. و در هر نقطه ای از عالم صدای اعتراض بلند باشه، ما هستیم، هستیم، هستیم. خسته نباشید، دست مرزا. سلام، من سونا هستم از کل. خوشحالم که تو این اعتصاب قضا شرکت کردم و خوشحالم که با شما عزیزان از همه نقاط دنیا بتونم این جشن رو با هم دیگه برگزار کنیم. من هم تو اون جشن شرکت کنم. از دور صورت همتون رو میبوسم. خدا نگهدار. با سلام به همه رزمند شیران شهر اشرف، خصوص خواهر برادران که تو اعتصاب قضا هستن و همچنین به تمام اعتصاب قضا کنندگان تو اقصان نقاط جهان. من مجید هستم، توی پنجمین روز اعتصاب قضامونه الان توی شهر برلین مقابل وزارت امور خارجه آلمان. می‌خواستم اینو بگم که من روز اول اصلا فکرش نمی‌کردم بتونم 50 روز دعوت بیارم و غذا نخورم، ولی وقتی که استقامت شما اشرفی ها دیدم دلگرم شدم. واقعا ما پشتمون به شما گرمه. 50 روز الان سهله برای ما. 500 روز دیگه هم ادامه پیدا کنه، میتونیم با اون چیزی که از ایمان و اراده شما دیدیم کوچکترین به قولی توی اشل کوچکترش رو به خودمون تزریق کنیم و مشکرمی به شما طاقت بیاریم و تا روز پیروزی. من اگه این رژیم نزدیک، هممون پیروزی، مردم ایران پیروزن. سلام خدمت خواهران و برادران ساکن در اشرف و همچنین تمام اعتصاب کنندگان سر تا سر جهان. خواهران و برادران در اشرف، خوشحالم از اینکه در این اعتصاب شرکت کردم و تجربه حقیقت حقانیت مجاهدین از نزدیک تجربه کردم. ما پیروزیم، اینو از هر زمانی بیشتر بهش باور دارم و امیدوارم به زودی جشن بزرگمون رو توی میدان آزادی بگیریم، دست در دست هم دیگه. درود به همتون میفرستم. از صمیم قلب دوستتون دارم. خدا نگهدار.